سلام آقای دکتر، صدای منو دارید؟ صداتونو دارم ولی خیلی خوب ندارم. از کجا تلفن میکنید؟ من از ایران زنگ میزنم، الان بهتر شد؟ الان خیلی بهتر شد، بفرمایید. آقای دکتر، من 34 سالمه، بله، فرزند آخر از یه خانواده 8 نفره هستم. ازدواج کردم ولی بچه ای ندارم. آقای دکتر، من خودم فکر میکنم که 1 سال و 3 4 ماهی هست که افسردگی گرفتم، که خب اگر قبلش هم بوده حداقل میدونم این 1 سال و 3 ماه خیلی اذیت شدم، یعنی عملا هیچ چیزی منو خوشحال نکرد و اینکه اگرم خوشحالی داشتم خیلی سطحی بود و همیشه سر هر موضوعی به یه پوچی یا به یه حالا که چی میرسیدم. فکر خودکشی هم که تو همه این 1 سال و 3 ماه با من بود یک بارم انجام دادم همون اوایل. بعد آقای دکتر همیشه با هم بود، مثلا تو هفته چند بار، حتی گاهی هر روز. بعد امروز هم یکی از همون روزایی بود که اصلا حالم خوب نبود. بعد فکر میکنم که 1 ساعت پیش بود، خب تصمیم گرفتم دوباره این کار انجام بدم. بعد یادم افتاد که برنامه شما، فکر کردم بهتون زنگ بزنم چون دیدم داره جدی میشه، یعنی داشتم این کارو میکردم، داشتم پیش میرفتم و دیدم داره اتفاق میفته، فکر کردم به شما زنگ بزنم. من همه یه نگرانی به خاطر همسرم، احساس میکنم اگر من این کارو بکنم در حق اون، یعنی نسبت بهش مسئولم. چرا؟ چون که یه باری روی دوشش میذارم و مطمئنا من اگر این کارو بکنم خانواده خودش، خانواده من و همه کسایی که مهم میشناسن اونو سرزنش میکنن یا حداقل قضاوت میکنن یا نگاهش روش سنگینه و اون خودش هم از آفشان میکنه. حالا میخواستم بدونم حالا چه یکم چیزی که هست از که انقدر، چه چیزی هست که شما برن چند سال ازدواج کردید؟ 14 سال همسرتون چند سالشه؟ 41. خب اون وقت به من بفرمایید تو این مدت حالا که ازدواج کردید جدا با ایشون زندگی میکنید، درسته؟ نه کجا زندگی میکنید؟ نه شما ایران با خودتون، هم زندگی میکنیم. نه خانه جدا دارید شما دوتا دیگه، درسته؟ نه، خب با کی زندگی میکنید؟ خب من و همسرم چه فکر کردید جداییم؟ قصدم این است که از بقیه خانواده جدایی، یعنی تو خانواده پدری و مادری شما یا ایشون نیستید، سوالم اینه. آره من و همسرم با هم زندگی میکنیم. بسیار خب، ایشون شغل و کار ایشون و شما چیه؟ ایشون انجینیر هستن، سیویل انجینیر. من هم چه کار رو نگم؟ حتما مگی ولی کار میکنید یا نمیکنید؟ آره من کار میکنم. ببینید من از همون رشته هایی که شما اصلا دعوا حالا میکنید که از شاخه های آرت هستم، ولی کارم مرتبط به ترجمه و ایناست. اوکی، حالا به من بگید که چه چیزی، دو تا چیزی که تو زندگیتون بیش از همه آزارتون میده و اذیتتون میکنه که به فکر خودکشی میافتید چیه؟ یه مسئله خیلی مهمی که 1 سال و 3 ماه کلا از ازدواجم ناراضی بودم. میتونید از اول که من ازدواج کردم حتی تو دوره نامزدی پشیمون شدم ولی به خاطر همسرم موندم. این همیشه دغدغه من بود که چرا ازدواج کردم زود و چرا با این آدم. مرد خیلی خیلی خوبیه ولی من نباید اون انتخاب میکردم. میدونید نه من نمیدونم یعنی چی. یه مرد خیلی خیلی خوبیه در یه جامعه مانند ایران پیدا کردید باش ازدواج کردید، چرا نباید ازدواج میکردید اگر او مرد خوبیه؟ چون لحظه که با اون ازدواج کردم من توی رابطه دیگه بودم و خانواده مخالف بودن و وقتی با این خواستم ازدواج کنم همینجوری رو هوا گفتم آره اینو میخوام، بعد پشیمون شدم. من الان سوالم یه چیز دیگه بود عزیز، شما که میگید مرد خوبیه چه چیزی خب بعد از 14 سال،
عزیزم اون رابطه که مرده رفته تموم شده، حتما هم احمقانه و اشتباه بوده. اون که هیچی، شما من بگید الان چه چیزی شما رو اذیت میکنه؟ اینکه 14 سال قبل من ازدواج کردم ناراحتم بی خود. من یادم برمیگرده سر چه چیزی شما رو الان اذیت میکنه؟ میتونی به من بگی چه چیزی تو این زندگی؟ فکر همون آدم قبل. خب دیوونه اید، خب دیوونه اید، فکر یه آدم پس خب من دیگه چیکار کنم؟ شما آمدید یه بازی درست کردید، یه بوتی ساختید که اصلا وجود خارجی نداره به اسم اون آدم. بعد از 14 سال تو زندگی نشستید سر قبری که توش اصلا مرده ای نیست، اونجا زار میزنید تو ار میزنید خودتون رو بکشید. این چه دکونیست که باز کرد؟ مثل مسخر است. یک کسی رو من 14 سال قبل دوست داشتم، خانوادم با ازدواجمون مخالفت کردن. حالا خواستید میریم سراغ اون که اصلا اون کی بود و چی بود. حالا اونم که رفته دنبال زندگی، شما هم که اومدید دنبال زندگیتون، حالا نشستید درباره اون فکر میکنید؟ من چه حرفی دارم بزنم؟ اگه کسی اینقدر میخواد پرتو پرا بگه، مثل من برگردم بگم من 2 ماه و نیم قبل یه جا رفتم غذا خوردم خوشمزه نبود، اینی که همینجوری 2 ماه و نیم غمگین و ناراحت نشستم و سرمو به دیوار میزنم، چرا من رفتم اون رستورانی که من گفته بودم غذاش خوب نیست؟ خیلی که مسخره بازی قربونه. دست از این بازی که من اون زمان یه کسی رو دوست داشتم. خب داشتی که داشتی، الان چه فرقی میکنه و چه فایده‌ای داره الان؟ اگر الان با اون آدم استثنایی اون بوت بزرگ ازدواج کرده بودید الان خوشبخت بودید؟ مطمئنم که نه، چون من کلا آقای دکتر خیلی از این شاخه به اون شاخه هستم، خودم میشناسم. اگه بهتر آدم دنیا بیاد من 2 روز خسته میشم. خب معلوم ازم به گفتم قربونش گفت عزیز من متوقفش کن، به خودت بگو ساکت بگو، ما توی دنیایی هستیم که همچین لوسبازی هایی قبول نمی کنه. آقای دکتر خیلی اینو به خودم میگم، حتی اینو هم از جایی شنیدم که آدم ها عاشق ذهنیت خودشون میشن نه اون آدم. اینو به خودم خیلی میگم، میگم تو تو اونو بزرگش کردی توی ذهن خودت، میدونی؟ ولی نداری عجیبا. من برگردم بگم من به این آدم 1000 تومن دادم، الان دلم میخواد بگم 1,000,000 تومن دادم، میخوام برم فردا 1,000,000 تومنمو بگیرم. خودم میدونم دیروز 1,000 تومن دادم، 1,000,000 ندادم، ولی شوخی داریم ما تو دنیا؟ تو واقعیت دنیا میشه شوخی؟ میخوام اینو بگم که من به اون آدمم فکر نکنم، ناراحت اونم نباشم، درونم خیلی غمگینه. خب باش غمگین باش، اولا میری دکتر دوا میخوری، غمگینی غمگین قرص برمیخورم آدمای... 1 سال و 8 ماه دارم قرص مصرف میکنم، هیچ فرقی نکرده که بدترم شده، روان کامیم دارم میرم. خیلی خب، بنابراین ولی تو این دکونی که الان با من باز کردی با هر کی باز کنی هیچ کسی نمیتونه کمکت کنه. من دیروز به کسی 1,000 تومن دادم، خب صبر کنید، من دیروز به کسی 1,000 تومن دادم، امروز رفتم میگم 1,000,000 تومنمو بده، خودم میدونم 1,000 تومن دادم، ولی این دکون رو باز کردم 1,000,000 تومن رو بده. ولی نمیتونم بگه من آدمی هستم که اینجوری فکر میکنم، خیال میکنم. عزیزم دست از این بازی، به دختر باهوشتر از این هستی. من غمگینم به خاطر او، میخوام خودم رو بکشم. بگو هرچی دلت میخواد. ببینید میخوام اینو بگم، شاید اینجوری باشه که چون حالم بده یاد اون میفتم ناراحتم میکنه. خب تو مشغول کار کن یاد نمیفته، برای خب میفته که میفتی. عزیزم من که نمیتونم وقتی یه کسی میخواد پرتاب، من تو اصلا نمیخوای قبول کنی، یه دنیای واقعی عزیز، تو نمیتونی روی پشت بونی که 10 متر از این ور به اونورش 11 متر راه بری، میفتی میمیری، شوخی نداره. من 14 سال قبل از اینکه خوشم میومد خودم هم میدونم اون کسی نیست، از اون مادم یه چیزی برای خودم ساختم، ولی با وجود این هی میرم سراغش قصه میخورم که چرا او را ندارم، بعد میخوام خودم را بکشم. چه ارتباطی با خودکشی داره؟ این همه آدم هستن که بچهشون میمیره، این همه آدم هستن که عشقشون میمیره، این همه آدم هستن که پدر مادرشون میمیرن، تمام یه دفعه تصمیم میگیرن که من غمگینم و میخوام خودم را بکشم. نه میدونید آقای دکتر،
احساس میکنم یه جورایی تو برزخم. یعنی چی؟ یعنی من وقتی نگاه میکنم که 10 سال دیگه 15 سال دیگه 40 سال دیگه من عمر کنم همینجوری بخواب پیش بره، احساس میکنم نمیخوام اینو آره خب. که همینجوری پیش بره. برای که من نمیتونم سبت... نه سب کن دست از بازی، سب کن تو حتما میتونی 30 سال 40 سال دیگه اینجوری فکر کنی اگه بخوای با همین استدلالا که الان با من حرف میزنی حرف میزنی. تو میری دکترت، دواتو میخوری، روانشناس، روانکاویتو میکنی، از افسردگی میبری. به من نگو من یه بیماری دارم که هیچ کس دیگه نداشته و نداره و خوب نمیشه. نه اینجوری نمیگم، میتونم افسردگیه، حتی فکری که دارمین کردم، ولی حالا نمیدونم اینجا راحت این کار با هم بکنن یا نه. حتما میکنم. ولی... سب کن، چند تا قرص خوردی تا حالا؟ چند جور قرص تا حالا خوردی؟ سه چهار مدل. خیلی خوب، اگر 3-4 مدل قرص خوردی خوب نشدی و اینقدر افسرده شدی، روان پزشکم عوض نمیکنه این لعنتی‌ها رو. خیلی خوب، برو سراغ این کیه. نه حالا نزنش گردن اون. ببین عزیز، مجبورم به تو، دختر باهوش هستی، همه رو ولی مهمتر و بدتر و بدتر و بدتر خودت رو سر کار گذاشتی. نه اصلا میتونی الان برگرد به خودت بگو احمقانه است، ابلهانه است فکر کردن به اون مردک، احمقانه است، ابلهانه است خودکشی کردن، اصلا بیمعنی. بی خودی هم توضیح نده دلم برای شوهرم میسوزد که گردن او میفته. بل کنی مسخره بازی رو. مثل که منم به تو برگردم بگم من احتیاج به پول دارم، تصمیم گرفتم منم برم یه ماشین بدزدم ببرم بفروشم، یا یواشکی که برم توی جواهر فروشی جواهرشو بدزدم. بازی که نمیتونم هم در بیاره عزیز. این که با ویژگی روانی تو نمیخونه. این دکون رو ببندش. 3-4 دقیقه فکر کن. چرا میگی دکونه؟ یعنی منظورت اینه که دارم ادا در میارم؟ ادا در میاری برای خودت، نه برای کسای دیگه. تو مسخره بازی برای خودت در آوردی، آهنگ گوشی برای خودت میرقصی. برای که باهوشتر از این هستی. عزیزم تو همه اینا رو میدونی. یه بار بهم گفتید خفیف بوردرلاین دارم. من که یادم نمیادم. میخوام اینو بهتون بگم که چون بهم گفتید بوردرلاین دارم یکم نگران شدم. بعد خب با دکترم و روانکاوم که مطرح میکنم اون اصلا هیچی بهم نمیگن. ولی اونا تصمیم و نظرشون درسته؟ نه گفتن نیستی، جواب بهم نمیدن، نمیخوام الان بگم. دختر چرا آهنگ رو میخوای عوض کنی یه رقص دیگه میکنی؟ نه میخوام بگم آخه شما یه بار به من گفتید تو حالت همینه از این بطر هم میشه. رایت، برای که میخوای این دکون رو با ادامه بدی اگه بخوای این مسخره بازی در بیاری که بعد از نه احساس میکنم بیماریم جدیدتر از یه چیزی مثل افسردگیه. حالا خب بیور دکتر، تو که قرار نیست تشخیص بدی. اگر به تو بگم اینقدر باهوشی کرد نداره، ولی اومدی خودتو زدی به نفهمی و زدی به این همه هم سر کار گشتی. ولی اصلا من از اینکه تو همه رو سر کار بذاری از جمله من و رو خط رادیو ناراحت نیستم ابدا، ولی از اینکه خودتو باور کردی خندم میگیره دکتر. خب میخوای مغازه رو تعطیل کنی یا نه؟ ببین کرکرش رو بکش پایین، یه قفلم بزن درش، برو. دفعه دیگه هم به من نگو که من در عشق 14 سال قبل ماندم و ضمناً غمگینم و میخوام خودم رو بکشم. تو خیلی بار گفتید آبسشنه، خودم فکر میکنم چون اوسیدی دارم، یعنی دکتر روان پزشک تشخیص اوسیدی دادم، من بر اون قرص مصرف میکنم. سری دیگه ذهنم درگیره، چه از یه طرف فکر میکنم اگر این کارو با خودم بکنه من خودم راحت میشم، هیچ راحت نمیشی. آخه این چه بازی دارم خودم راحت میشم که از که تارا مردم سبب میشه کنم. آخه نه ببینید، میدونید من هم دارم، من الان 34 سالمه دیگه، بچه دار باید تا 5-6 ساله دیگه خب بچه دار شم که فکر نمی کنم. چرا؟ از طرف دیگه همسرم رو دارم با خودم میکشونم تو خمیر این سالا، دوست دارم از جداشم، اون نمیخواد جداشم، برای دلم نمیاد از جداشم چون اون نمیخواد. بعد میبینم که گیر کردم این وسط، نمیبینم به فکر خودم باشم یا به فکر اون باشم. بعد فکر میکنم
یعنی سریع که به ذهنم میرسه خودکشی هست. بعد از یه طرف دیگه میگم اگر من خودکشی کنم خب اون خیلی بیشتر اذیت میشه. بعد همیشه آقای دکتر این تو ذهنم بود که این کار خودش میرفت، خودش اصلا عاشق میشد میزاش میرفت. خب اگر میزاش میرفت بعد تو چی میکردی؟ تو اگر الان بگید بعدش چی میکنی که خوب باشه، من الان یه تماسی باش میگیرم، اعلام میکنم رو خط بیاد و من میفرستمش بره. خب بعد شما چی میفرمایید بعد از اینکه ایشون رو ول کرد و رفت؟ چرا بازی در میاری؟ آها میبینی؟ میدونی چی میگم؟ فرق دید از که من وسط بیابون منو ولم کنید میرم هتل. خانم این دوربر در فاصله 100 کیلومتریش هم، در شعاع 100 کیلومتریش هم نه هتل نه آبادی نه هیچی. آخه عزیز این داستانا چیه میسازی؟ تو پاشو برو مشغول یه کارشو بی، برو سراغ مدرسه بچه‌ها، با بچه‌های کوچولو مجانی تو مهد کودک درس بده. دکتر شما به من پیشنهاد دادید، گفتید که اگر روان شما خوبن این تشخیص رو بدید، گفتید که خب میتونم موفق باشم. بعد من تا فردا کنکور رو دارم ولی نمیدونم چرا، یعنی فقط به خاطر صحبت شما، یعنی اصلا خودم حس و حال اینو ندارم بخوام دنبال همچین چیزی برم. فکر میکنم مثلا 10 سال دیگه پشیمون میشم چرا حداقل امتحان. خب شدی که شدی، 10 سال دیگه میایید رو خط به من میگی پشیمونم وقت من یه نفر رو میفرستم تو رو بکشه. دختر دست از بازی بردار، تو تازه ولت هم. تو ببین عزیز، الان ظرف 2 دقیقه اخیر با من چه بازی در آوردی؟ از گذشته و عشق در اومدی، حالا رفتی سراغ 10 سال 15 سال آینده، هم برای خودت هم برای همسرت هم برای بچه دار شدن. من چه کارت کنم؟ مثل که یه کسی بیاد بگه من الان میخوام یه نهاری بخورم. صبر کن، من میخوام یه نهاری بخورم بیشتر از نهاری که 7 روز قبل خوردم، ولی خب البته جا ندارم، ولی خب حالا باید بخورم. ضمناً میخوام نهار 4 روز و 8 روز و 12 روز آینده هم الان بخورم. همه رو ما تو مبهوت میذاری سر کار. من برای الان چکار؟ آه برای چی هی گذشته و حال آینده رو سر هم میکنم؟ هر کسی اصلا یک عزیز من تو که به نظر میسه با من آشنایی، من اصلا حاضر نیستم، امیدوارم به کسی بر نخوره. مثلا حوصله ندارم برم سراغ خاطرات خوش، فکر کنم واقعا کار مسخره ایه، نمیخوام لغت دیگه ای به کار برم. خاطرات خوش گذشته، تو صبح تو غروب میری سراغ مزخرفات گذشته. بعد اصلا حاضر نیستم که من بگی تو هفته بعد میخوای چیکار کنی، اونم در جهت منفیش، من به اون فکر کنم. اصلا خنده داره عزیز، تو تازه ولت هم میکنن، یا میری تو گذشته یا میری تو آینده. خب هر کسی بره تو گذشته و آینده نابود میشه. گذشته در گذشته. خیلی خوب میدونم، ازتون خیلی شنیدم و من مثلا که یکی دو سال پیش خیلی ادعایی میداشتم که من تو گذشته اصلا خوبی ندارم، همش ادعایی میداشتم که گذشته در گذشته، ولی نمیدونم این 1 سال تمام یه جوری افتادم تو باطلاقش که حتی آی دکتر حتی دارم مثلا کارمو انجام میدم یه گذشته یه لحظه تا گذشته. صبر کن دختر، به مجردی که گذشته اومد به خودت میگی گذشته برو گم شو، بعد به خودت میگی خفه. آره این به خودم میگم. خب تموم میشه، یه 200 دفعه این کارو بکن، اونم میره دنبال کارش. عزیز ما قاعده مغز رو میشناسیم، هی میری سراغ گذشته. از تو الان اومدی باز مرتبه درباره یک عشق سوزان، یک بت بزرگ، یک کسی که اگر دخترای جهان او رو میشناختن همه واله و شیدایش میشد، بعد ولت میکنم میری سراغ 6 سال آینده یا 10 سال آینده. اما چی کارت کنم عزیز؟ تو در آن واحد میگی من میخوام 7 دست لباس رویم بپوشم، ولی خیلی از همه به نظر شیکتر و مناسبتر. آخه من چجوری 7 دست لباس تنت کنم؟ نکن عزیزم 4 تا کفش باد کنم، آخه نمیشه قربونت. ول کن گذشته تموم شد، آیندم در حال زندگی کن. غمگینی غمگین باش، گریه کن، عر بزن، هر کاری میخوای بکن. اصلا باورم نمیشه تو رو. خدا یه دفعه دیگه تلفن کنی بامشم میام ایران کتک مفصلی میزنم. الانم برای شوهرت یک دختر خوشگل خوب ترگل ورگل پیدا میکنم، عاشق بشه بره تو رو خلاص کنه، ما رو هم خلاص کنه. ویل کنی مسخره بازی رو،
تو به من یه قول آنکه الان اگه بده. میدونستم او خوشبخت میشه پدرم ساکت شو ساکت شو نمیدونستم. ساکت شو، حرف مفتی میخوری نه چرت و پرت نکن. باز رفتی تو همون فاز وای من چه زن فداکاری هستم که خودم اصلا برای همسرم عشق نه میآفرینم. فداکاری نیست، میخوام خودم رو نجات بدم. بفرمه پس حق بازیه، نگران پس اونم هستم. نه بی خود باز حق بازی زد نمیتونی ول کنی دیگه دختر، همین هست آخه زندگی فکر سخت میکنم است و گاهی رابطم با همسرم مادر فرزندیه. هر میدونی چی میخواد باشه. حالا رفتی به افتراق مادر فرزندی، مادر بزرگی، دختری، پدری، دختر عمویی، ولکن این مسخره بازی رو. دختر باهوشی هستی، همه رو سر کار گذاشتی، منو نمیتونی ول کن. من دارم به تو میگم تو حق نداری راجع به گذشته فکر کنی، حق نداری نگران آینده باشی، همین حال و فقط حال و فقط الان خودت مشغول کن، تنها راه تامینه زندگی رو با کار خوب پر کن، وقت برای کار بعد و فکر بعد باقی نمیمونه. دفعه دیگه هم رو خط نمیای، دفعه دیگه اومدی گفتی میخوام خود برم و بکشم، فقط یه مطمئن چیز باش. بگم آقای میگم دکتر، الان شما گفتید با کار خوب پر کن، من خیلی وقتم یعنی وقتم پر کنید، یعنی خیلی کار دارم برای انجام دادن، خیلی زیاد کار عرب افتاد، این دست و ولی دلم نمیره کار کنم، این مال دست و دل تو افسردگیه. اما در افسردگی هر چی هست تنارایش هم همونه عزیز من. همه مطالعات نشون میده من وقتی خسته هستم اگر پاشم ورزش کنم خستگیم رفت میشه، انرژی تازه پیدا میکنم. من چی کارت کنم تو نمیخوای این بازی رو تمام نه کنم؟ میدونید میخوام چی بگم؟ میخوام بگم وقتی میرم پشت لپتاپ چه کارم رو انجام بدم میگم با شروع یه حسه حالا میگم دعوام کنید یه حالا چه چیه میاد سراغم. خب هیچی اصلا هیچی هیچی عزیزم، تمام عزیز من تمام دنیا پوچ و هیچه، همین که کچی کچی هیچی کار تو بکن، چون همه چیز هیچه کار کردن تو هم هیچه، بازی در نیار. هیچ فرقی نمیکنه، فایده ای هم نداره. همین کاری که هیچ فرقی نمیکنه فایده رو بقیه دارن میکنن، تو هم مثل بقیه بنده های خدا انجام بده. منم با آخر وقتم سبیه دو دقیقه گذشته، وقتی است که از پسرم و برنامه او میگیرم، حتما مرا خواهد بخشید ولی من تو رو نمیبخشم. یه دفعه دیگه به گذشته و آینده فکر کنید. یه چیز کوچولوی دیگه هم بگم آقای دکتر، چه اختلال شخصیتی تو من میبینید؟ هیچی فعلا خود هیچ حق بازی یه تم تازه میاد. حق باز برو دنبال کاره. خوشحال شدم باهات صحبت. آقای دکتر اگه بخوای یه چیز به من بگید. هیچی دو گذشته و آینده ای وجود نداره. من در حال زندگی میکنم، بی حال ولی در حال.